دورش هم تو تمیز شده که خیلی فیته دیگه. ما کلا سر تا سر تا اونجایی که بشه داریم سعی میکنیم استیل استفاده کنیم کلا از همون دوین. چه برای ما ناوردی؟ موتور این دوست عزیزمونم اوورالش داره انجام میشه کامل. عجلی چی گرفتی برامون؟ بی 18 سی دروغ میگه. 200 اصل ما این کار هست. الان داریم چی کار میکنیم؟ داریم جانمایی میکنیم برای باتر متانل ماشین. قراره این توی این نقطه وصل بشه. حالا اینکه چه شکلی باشه و چه مدل مثلا باکس داشته باشه اینا رو یه سری ایده ها میدیم. نهایی که بشه میدیم بسازه برامون. یه جوری جانمایی خوشگل میکنیم که بتونی استفاده کنه. فقط چون این ماشین قراره که اون رو بگیر اونا هم اون که اون گوشه هست سمت چپ اونا هم چون قراره بره این تو ما یا باید اونا حذف بشه یا تغییر کنه یا باید این حذف بشه. ما فلیس موقتی براشون میذاریم که بعدا برفتن پیش سیستم کارشون رو نصب کنن سیستم را. حالا خودشون دوباره بیان بگن که این شد سیستم دوره جانمایی برای اون طبق اون انجام. ولی ما حداقل فضایی که نیازه برای اینا رو اول اندازه گیری میکنیم، حداقل فضا رو میذاریم که جانمایی باشه که این در این مثلا این دستگیره صندلی جا بش بده یا مثلا بتونن بعدن شیلنگا رو بازو بس کنن، پیچاشو بتونن بازو بس کنن و یه چیزی هم باشه که اگه چیزی میزنن صندوق اینجا قابل استفاده بمونه هنوز. حالا ببینیم که چیکار میکنیم دیگه. در سوپاپ این ماشین دادیم رنگ کردیم، الان دارم میرم بگیرم، میام قراره سری طراحی ها و حکاکی ها روش انجام بشه، کارهای جالب قراره روش انجام بشه. این از امروز ما تقریبا، امروز کارا تمومه. احسن بریم بیاییم. The next day. This is starting the work. Starting of the week. سلام، روزتون بخیر. به کانال شنیگاه سنتر خوش اومدیم. کار اگزوز سرانزا اون فلنجش ساخته شد. هر کنومش به من نشان بده اول. بیا با چند تا نمونه بود. نمونه اولیش هم که ایناش دیگه ببین این بود، بعد تبدیل شد به این، بعد تبدیل شد به این. استیلی که میتونین تهیه بکنین برای حالا چه فلنج هدر، چه فلنج دامپایپ و غیره، 304، 316 و 310. 310 معروف به استیل نسوزه. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که یعنی بقیه استیلا میسوزن مگه؟ خیر، نمیسوزن. یه اصطلاح بازاریه که توی در واقع بازار استفاده میشه. این 316 تحمل حرارتیش پایین تر 310، ولی با توجه به حالا قیمت و ورقی که ما پیدا کردیم و موجود بود تو اون تایمی که امرجنسی میخواستیم و ناحیه در واقع دمایی که در این استفاده میشه، 316 کاملا ایداله. میزان تحمل حرارتیش بالاتر 304، شما خود 304 هم میتونین باز استفاده کنین، ولی هر چی برین به سمت 310 کارتون کفن تر میشه. ضخامتش 12 میله. باز مجددا در واقع ما یک هفته داشتی هم رویم داریم بعد جوشکاری و داستانهای دیگه. احسن. این احسن. فقط یه چیزی که هست این که همه اکثرا تو ایران اینو آهن میزنه. آهن یه بعدی که داره تاب بر میداره و بعدا به خودش زنگ میزنه، هزار تا جوشش ممکنه مشکل بخوره. ما کلا سر تا سر تا اونجا که بشه داریم سعی میکنیم استیل استفاده کنیم کلا از فلنجه. حتی اگزوز اون هم همه استیل کرده که اونا حتی 304 میریم برای انداز زدن و مدل سازی و احسن کنیم، دامپایپ رو چک کنیم و احسن بشیم. اینجوری میشه در واقع دیگه. آره این همچه شکلی میشه. میره تا یه جایی تو دورش هم تا تمیز شده که خیلی فیته دیگه. اون مشکل ما با جنس های ایرانی هم این دایره هست، این دایره نیست. با فیلر ایشالله خواهد. احسن اول این شکلی میشه. یه تو وای میسته، لبه دهنه وای میسته. اصل حساسی اصل شما اونیه که تو سونتون میخورین. اصل ما این کار هست. عمو دوینم این ور دوین. یه سلام بکن برای عزیز. یه پیام دارم. عمو دوین برای ما ناوردی یه توضیح کلی در مورد کار داری لطف کنی به ما بدی که عالی میشه. اینجوری بگم که حکاکی خب بستگی به آلیاژا داره دیگه. رو آلومینیوم خب خیلی راحت تره، با فرزم میشه کار کرد. رو استیل و اینا با قلم باید بیشتر کار بشه. قلم ها هم قلم های مختلف داریم. این مثلا قلم واسه رو نقره است، باید قلم زنی تبریز.
این برای چوبه. قلم های مختلف داریم. همین هم چون مثلا این رنگش بیش از حد گلفته، چون رنگ کوره‌ای فکر کنم. آره رنگش چون رنگ کوره‌ای مثلا دو مرحله باید حکاکی بشه با یه سری فرزه. این مثلا میکنه بعد با این باید دوباره صافش کنیم. این دوبار باید حکاکی بشه رو. تمام این هنرمندی هایی که دارید می‌بینید، اثرات هنری همه اثرات هنری که می‌بینید کار دیوینه و این که دیوین جان حالا یه سوال من ازت بکنم، نظر شما راجع به شغل قلم زنی چیه؟ شغلی است که به فقط بشینی تخمی چشده بذاری سکوش بزنی فرز داد دستم در شباب بزرگتر همین آی همین چرخ رو بکنم به این شکل. خیلی خیلی الان این راستی این قابطه ها به همین سرانزا هست که رنگ کورهش انجام شد. کاری که امروز انجام میدیم فعلا شینیگامی رو داره زحمتشو میکشه بنویسه لوگوی شینیگامیه و اینکه بعدا هم یه سری حکاکی ها که تراش بزنه رسمت یه سری تراش بزنه احسن برای همون ماشینه اینجا هم قراره مشکی بشه دیگه این نوشته نوشته امیدوارم ولاگ جذابی بشه که قطعا میشه پشمام میشه هم که در مورد واتر متانال گفتم بهتون فکر کنم دیگه واتر متانال داره باکسش رو اندازاشو زدیم داره ساخته میشه باکسش یه طرح جالبی زدیم بدک نیست و احسن ببین اونجا یه باکس هم ساخته میشه موتور این دوست عزیزمون اوورالش داره انجام میشه کامل گفتم حالا اگه ولاگ دیده باشین در موتور اینم جمع میکنیم ولاگ موتورش حتما ببینید و اگه تو البته تو قبل از این ولاگ اومده باشی بیرون موتور این گالانت هم که کلن سرسیدنش همه لوازمش تهیه شد داره اوورال میشه حالا میلنگ بازم باید اندازه بخوره ببینیم با اون اتاقان ست میشه یا نه ما خیلی وسواس داریم این قضیه واسه همینم طول میکشه اکثر این کارامون چون اکثرا میلنگ هم آتش خالو رفته یه میلنگ یه بار فرستادیم اصلا نخورد پس دادیم دوری یه میلنگ دیگه گرفتیم یه جای دیگه این هم از این موتورش هم سرسیدنش کامل مرخص شده بود دیگه یعنی موسوقا پا همه مرخص گیتوا پا همه مرخص کاس نامه ساخت شب گرفته شد برای شما پایین موتور هم که بوشت باید بخوره بوشت باید بخوره یا نخوره نخوره همه نگفته با رینگ پیستون کارش انجام بشه که باید میدونم باید احتمالا بوشت بخوره اگه نخواد که فعلا داریم با همون پیستون های خودش استفاده میکنیم که خرج اضافه نکنه گفته بودم بهتون دیگه این موتورش کلا یاتاقان تو استارت خورده بود یاتاقان 75 هم روی موتور بود و حالا دیگه یاتاقان استاندارد ما گرفتیم میلنگش هم داریم استاندارد می‌بندیم یاتاقان 75 خوبیش اینه که میلنگ هم سبک احسن براده برمی‌داریم شما آره اویل پمپش هم باید حالا اویل پمپش هم باید اصلا به اوورال بشه کلا قطعا گوشه باید بالانسرش که کور شده بود ولی باید چک کنم ببینیم که همه چیز اوکی بوده یا نه نشت داخلی روغن نداشته باشه اینم از این حالا امروز هم کار این داره انجام میشه امروز چندم اسفنده 15 اسفنده و کلی کار موازی با هم داره انجام میشه و یه چیزی هم از این توره که یه چیزی جالب آره این دوست عزیزمون که برای علیه علی حاج علی چی گرفتی برامون بی 18 سی دروغ میگه این هم داره یه سری کار انجام میشه روش کاراش داره میشه کاراش داره میشه این ولی میگفتم اون برسال قطعا دیگه و اگه ما بتونیم اون برسال اینو تحویل بدیم اونم تحویل میدیم و تمام اونم احتمالا اگه خدا بخواد روشن میشه میخواد خدا حال شده خدا میخواد ماشاءالله بنده خدا شاید نمیخواد خدا میخواد بنده خدا ممکنه یه موقعی تو طراحی اصل بازی داری کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید اذیتمون نکنید ولی نه ممنون که همیشه ساپورت میکنید ما رو حمایت میکنید دمتون هم گرم ویدیوها رو ببینید اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید بریم ببینیم تا آخر امروز چیکار میکنید یا علی مدد یا علی few moments later خب آقا این دامپایپ ما به اینجا رسید که احسن این چند جایی که لولش خورده شد میدید برای شده اینکه چند بار ما پروف کنیم که بهترین اندازه رو در بیاریم برای این بود که چی؟ برای چی اینجوری بود؟ برای اینکه ما میتونیستیم همه اولین بارم ببندیمش ولی باید چند تا بهترین جا رو اندازه بگیری که اگه تو تکونای موتور با مشکل نخوره این هم از جوشش و به نظر من که جالبه حسنت هم هست و خیلی هم سعی کنین که تو زندگی و کار الگوتون این نباشه الگوتون این باشه آدم موفق تری بشه این از این داستان بیا اینجا این هم به اونجا رسید
ببین جان کدومش چالش برانگیز بود کدومه میدونم؟ بیشترینش این نوشته های ریسکه، مثلا فونتشون باریکتره چون رنگمون خب تقریبا یه میل الان رنگه بعد با متن مثلا باریک باید کار کنم اینا رو، اینا مثلا اینکه مشکل تر از این هست، اینکه دروش شاید کار ریستر میشه خب زحمتش بیشتره. پشمام خسته نباشید. این فعلا اینجای کار شروع شده تا نهایی بشم عشان خیلی قطعا خیلی زیبا میشه. دیسپلی جی تی باید شسته بشه، تمیز بشه، آماده نصب بشه و اینکه از اسمبلی هم ولاگ جدا میگیریم قطعا میذاریم موتور جی تی رو به این شکل. بریم ببینیم چیکار میکنیم. Much later. بچه ها میخوان که گفتن که اعتراض کن چرا تون تکون میدی. بیا نور خوب زوم کن. ولی تا اونجایی که جادش تو نزد دیگه. البته اینجا خودش دو تیک هست این لبا، یعنی این یه زانوی نبود، یه تیک جدا ما جوش دادیم که این بره این تو. بیرم 12316. کار بعدی که فردا داریم این که بریم برای این واشر درست کنیم، واشر حرارتی. امیدواریم که جوابمونو بده. ایزاره چون اینفراسلان خیلی نازوکه تو این نقطه ها میبینیم تو این نقطه ها احسنت اینا ایشالله که اذیتمون نکنه. یه سری برای اینا باید واشر درست کنیم، یه سری هم برای این فلنجامون باید واشر درست کنیم. این ماشین کیت مکش هم راستی داره، کیت مکشش هم حالا قصد داریم این نقطه بذاریم چی درست کنیم برش این نقطه. واتر متانو فردا اگه فردا یا پس فردا باکسش آماده بشه اونم جانمایی فعلی میکنیم چون قراره این ماشین گفتم سیستم نصب روش، برای همین فعلا این سه موقت میذاریم که برای ستاپای اولی اذیتمون نکنه. کلا توی اگزوز حالا اگزوز رو من میگم دیگه، توی هدرز اگزوز بستگی به تحلیل اون موتور داره، ولی کلا توی خروجی هر چقدر شما زوایا رو بازتر بگیرین تلفاتتون کمتر. ما سعی کردیم که زوایا رو بازتر بگیریم. این کار تموم بشه میریم سراغ دوست عزیزمون امیررضا. نه سیاریکس منظورم بود. اصلا امیررضا دوست عزیزمون. اصلا چی اسم این ماشین؟ این هوندا سیاریکسه، موتور بیجدسی روشه، بیجدسی تایپ آر یا به عبارتی بیهیجده بیویست. نه بیجدسیه این موتور نموش نمیشه و یه سری کار روش انجام دادی زدی. داریم برای درگ آمادش میکنیم. احسن احسن نباشیم بکن دیگه. امروز الان کارامون تموم شده باشه. نکته خاصی نداریم تا بریم سه تا پیستون خوشگل اونجا داریم بشوریم ببینیم چه خبره. یه نکته حالا که مقداد اینو بیان کرد، یه سری دوستان دوست دارن که یعنی توربو که میکنن ماشین بیکینی بپوشه. یعنی چی؟ یعنی که همه چی معلوم باشه فلان باشه، اون یه استایل میشه. خب تو مسابقات هم که اینه میونه اصلا بگیم هواپیمای فایتر شده زوایاش کرو نیست، مسابقات هم بادی ماشین یه شرایطی داره که به واسطه پرفورمنس شما اون شرایط رو باید حفظ کنید. حالا میایم توی یه استیجی ماشینای شهری. ماشینای شهری تمام تلاش ما همیشه این هستش که ماشینی که میخواد فابریک باشه تا جایی که میشه قیافه ماشین نه اینکه فابریک باشه. خب ماشاءالله این دیگه همیشه جواز شده این ماشین تو بادی، ولی منظور اون فرمت فابریک تا حدی حفظ بشه. به قول شما اسلیپر نمیشه گفت به این ماشین، ولی دیگه مثلا چی میگن اینترکولر اینجوری نباشه، مثلا بیرون از لاین مخالف مثلا پلیس میبینه اینتر مثلا معلوم نباشه. مثلا حتی غیر قانونی نیست، کلا مثال زدم براتون. هیچ قانون نوشته شده ما در ایران نداره که توربو گردان ماشین غیر قانونی باشه، نوشته نشده. ماشین بکنی بهش میگن تغییر وضعیت. آره دیگه تغییر وضعیت. یعنی مثلا اگه کار باشم ببری تمیزسازی کنی تغییر وضعیت انجام. امیدواریم که حالا اینا هم یکم سازمان یافته باشه که هم اونوریا راحت باشن هم یه بیداری. چراغ استاندارد مثلا پرنورتر نصب کنید رو ماشینت که مثلا شبو ببینی میشه تغییر وضعیت. یعنی چون تو بمیری تو تاریکی این اینجوری حواس میشه تغییر وضعیت نده ماشینتون. یه مثال براتون بزنم برای اینکه دردشو هم دوستانی که اونور قانون گذارن حس کنن، اگر هم بچهای ماشین باز
زمانی که ماشینای وارداتی خیلی باب نبود یه صدای خیلی جزئی از اگزوز میومد، همه میگفتن آی چقدر صدای پلیس ماشین رو میخوابون فلان برهون. ماشینای وارداتی که اومد بدون اینکه چیزی روی کاغذ و ورق تغییر کنه، میزان استاندارد و گیر دادن و همه این چیزا هم فرق کرد. پس بهتره که خیلی هم مسائل نوشته شده باشه تا در اولین در واقع فاکتور خود بچه های ماشین باز اذیت نشه. پس نمیشه و تمام فابریکی. اینم اینتر، اینم چراغا. سعی کردیم ببندیم چون این ماشین وینچ و دلپوش وینچ هم داره، به راحتی دیگه دسترسی به این ادوات هم باشه دیگه. آه. یعنی دخل و تصرفی در اون مسائل نکردیم. کولرش هم جذب شد؟ نه دیگه، همه چی فابریک و اوکی. دمتون گرم که کانالش نگامی سنتر رو سابسکرایب کردین. مرسی که حمایت میکنید. ایدهاتون رو برامون کامنت کنید حتما، و اینکه به ما بگید که منتظر کدوم پروژه هستید بیشتر، این نه یا اون یا اون یا اون یا اون. احسن. هر کدوم رو بگید ما سعی میکنیم روی اون زوم کنیم، بعدش روی اون زوم کنی بوم بوم کنی. قطعا عمدن نمیدونم. خدافظ. خدافظ.